دوستان، هر سال استک اوورفلو یه سروی رو برگزار میکنه و بر اساس اون سروی میاد تصمیم میگیره که مثلا یک تکنولوژی چقدر محبوبیت داره و چه زبونهایی محبوبیت داره. حالا توی گیت هاب اگه تایپ بکنید گیت هاب best frameworks، حالا یا تایپ بکنید گیت هاب most star frameworks، most popular languages، و اگه برید داخل گیت هاب اینفو و لنگویج ها رو ببینید، البته این یک نموداری هستش که به شما میگه مثلا چه زبان هایی اول دوم هستن بر اساس مثلا یه سری مثلا اطلاعات اینجا که دارید میبینید. همین که پایتون و جاوا و جاوا اسکریپت اولا سی اس اس که لنگویج نیست ولی در اصل تکنولوژی ها رو میگه، بعد میگه پی اچ پی هستش و بعد میره در آخر میبینید که راست و اینا رو داره. ولی من این رو به اون صورت قبول ندارم، چون میدونم که راست خیلی الان محبوبیت پیدا کرده و اینم دقیقا همه چیز رو به آدم نمیگه، اما میگیم که گیت هاب پاپیلار مثلا فریمورکس. داخل گیت هاب یک پیجی هستش که بهش میگن تاپیک و بعد میگن فریمورکس، و داخل این فریمورکس به شما میگه که کدوم فریمورک ها، نه زبان ها بلکه فریمورک ها، بر اساس تعداد ستاره چی شدن. حالا اینجا نوشته best match، خب بر اساس تعداد ستاره اول دوم هستن. میبینید که ویو یه جوره اول هست، بعد میاد لاراول و بعد میاد جنگو، و بعد میبینید که اسپرینگ بوت که برای جاوا هست میاد بالا، و بعد روبی آن ریلز هست، متئور هست، میاد پایین میبینید آیانیک هست و چیزهای دیگه که کسایی قول معروف اسپرینگ فریمورک برای جاوا هست، و بعد ناکس هم اینجا هست. ناکس هم داره میاد بالا به خاطر قوی بودنش، و سیمفونی هست، پست تی اس اس هست و خیلی چیزهای دیگه. اینا بر اساس تعداد ستاره هایی هست که داخل گیت هاب هست. همه چیزها که داخل گیت هاب نیست، مثلا میبینید که لنگویج کور دات نت ممکنه مثلا داخل گیت هاب نباشه، اینجا میبینید که بر اساس تعداد ستاره میزنه و بر اساس تعداد فورک شدن میزنه، چقدر مثلا کانتریبیوشن اینا داره. میبینید که بر اساس تعداد فورک شدن هم سپرینگ مثلا اوله و بعد ویو. اما چون این سوال داخل انجمن شما از من میپرسید، داخل insight.stackoverflow.com/survey2019، الان 2020 هستیم، هر سال نتیجهش میاد، نتیجه های جدیدتری میاد بالا. 2019 به قول معروف هنوز 2020 نتیجهش نیومده بالا، ولی 2019 رو میخوام بهتون یواش یواش بریم پایین بهتون نشون بدم. اگه بزنید developer guide میبینید که چه developer های از کجا هستن. میبینید که ایران 0.83 هست، مثلا United States 23 هست، United Kingdom 6 هست، ایندیا مثلا میبینید 10% هست. اینا از همه جای دنیا اومدن رأی دادن. سعی بکنید اکانت استک اورفلو داشته باشید که نظرهای خودتون رو بتونید بگید اگر از داخل ایران هستید. من به عنوان استک اورفلو داخل یونایتد کینگدم حساب میشم، چون چیزم اینجاست، محلم اینجاست، و میبینید که این سه تا بار هم به این صورت هستش. و میریم روی این کاری با این جغرافی و اینا نداریم، میریم داخل تکنولوژی. روی تکنولوژی کلیک میکنم، نوشته most popular language، یعنی زبونهایی که خیلی معروفن. حالا نوشته all responders و نوشته professional developers. این دوتا تب زیاد با هم متفاوت نداره. اینو من به صورت زبون قبول ندارم، HTML, CSS و حتی SQL. ولی بخواید توجه کنید ببینید که جاواسکریپت خیلی پاپیلار، خیلی محبوب هست، و بعدش پایتون هست و بعد جاوا هست. من این رو کاملا قبول دارم، این سه تا لنگویج، جاواسکریپت، پایتون و جاوا، اینا لنگویج های خیلی محبوبی هستن. ببین به خاطر اینکه زبون، به خاطر اینکه شما نرم افزاری که با پایتون می نویسید انترپرایز هم بشه، هیچ مشکلی واسش پیش نمیاد. همینطور با جاوا. و می بینید که روبی هست اینجا، و در آخر هم می بینید که اینجا الکسر و کلوژر و اینا هست. اما فکر نکنید که اینا پاپیلار نیستن، یعنی زبانهای بدی هستن، نه. حالا بهتون میگم که تو کالوم بعدی به ما چی میگه. نوشته وب فریم ورک، پاپیلار وب فریم ورک. حالا اینا فریم ورک هایی هستن که خیلی محبوب هستن. هنوز میبینید که جیکوری اوله، پس این موقعی که به شما میگه که او جیکوری به درد نمیخوره دیگه، الان پدرش در اومده، ریاکت اومده، نه، میبینید که هنوز جیکوری پا
پاپیلاره، همه دارن ازش استفاده میکنن، خیلی از فریمورک CSS هم بسته به اون هستن، مثل بوتستراپ. ریاکت رو داریم دومه، انگولار و انگولار جی سوم، ASP.NET چهارم. میبینید که پس خیلی محبوب ASP.NET، شاید میبینید که از هنوز لاراول هم محبوب تره و این به خاطر محبوبیته. و بعد اکسپرس که برای نود جی اس هست، سپرینگ که برای جاوا هست، و بعد Vue.js. Vue.js لنگویجی هستش که برای جاوا فریمورکی هست که برای جاوا اسکریپت هستش، یعنی لنگویجی هست. ولی میبینید که سپرینگ رو داخل گیت هاب مثلا زده بود پایین تر از Vue.js هست، ولی اینجا میبینید که داخل استک اورفلو اینا سروی شده، یعنی از همه پرسیده شده. و جنگو هست و بعد میاد میبینید لاراول هست، در صورتی که داخل گیت هاب میبینید که لاراول ویو اوله، لاراول دومه و بعد جنگو سومه. اینا محبوبیت، باز میگم محبوبیت بسته بر این نیستش که حتما اینا بهتر از بقیه هستن، اینا محبوبن. و بعد اینا هم فریم ورک های دیگه هستن، مثل ریاکت نیتیو و پاپت و نمیدونم من کاندروا و اینا، نود جی اس کاری با اینا نداریم. دیتابیس ها رو میبینید MySQL اوله، PostgreSQL دومه و الاخر. خیلی ها میگن که من اوراکل رو دوست دارم، این دیتابیس من، خب همه دوست دارن این دیتابیس، این دیتابیس گرونه، این دیتابیس دست من و شما نمیدن که این دیتابیس حداقل 10-15,000 پوند برای هر چیزش کانکشنش هزینه باید بدید. شما به درد شما نمیخوره، به درد شرکت هایی مثل اپل و گوگل و اینا میخوره که خیلی از این استفاده میکنه، خیلی هم سریعتر از همه هست. خب MySQL برای فیسبوک داره از MySQL استفاده میکنه، خب دلیل بر این نمیشه که کمپانی های انترپرایز از MySQL استفاده نمیکنن. اینم آمار دیتابیس هست، میبینید که اینجا دارید میبینید. بعد میبینید که پلتفرما چه جوریه، لینوکس اوله، ویندوز دومه. میبینید که هنوز همه دارن از ویندوز استفاده میکنن، ولی باز این مبنا بر این نیستش که ویندوز بهتر از مکه، این معناست برای اینه که محبوبه. و بعد میگه لینوکس محبوب تر از همه است، و بعد میاد روی ویندوز بخاطر اینکه همه از ویندوز استفاده میکنن. بعد میگه داکر دارن همه ازش استفاده میکنن. بعد اندروید و AWS و مک او اس و میاد پایین، وردپرس هم توش خیلی جالبه. بعد میام پایین نوشته most loved dread. dread رو اگر بخوایم معنی بکنیم، dread یعنی چی؟ یعنی که اگه بخوایم داخل گوگل ترنسلیت بریم، dread رو من فکر نمی‌کنم معنی فارسی رو بدونم، تایپ بکنم dread و بعد بزنم Persian، خب درسته وحشتیه. این فکر می‌کنم معنیش یعنی که خیلی ها جرئت ندارن ازش استفاده کنن، یعنی خیلی سخته. حالا اینکه راست تو اونایی که loved یعنی چی؟ یعنی خیلی ها دوستش دارن راست. پس راست اگه بخواد تایپ بکنید، فکر می‌کنم وبسایتش راست دات، اگه بزنید راست پروگرام لنگویج، اینجا وبسایتش rust-lang.org، این وبسایتشه، میتونید اینجا استارت بکنید و یاد بگیرید. من هنوز باش کار نکردم و در موردش دارم تحقیق می‌کنم ببینم که چه زبونی که چرا اینقدر محبوب شده، و منظورم که چرا اینقدر همه دوستش دارن. و حالا راست هم اگه کاری نشته باشیم، ببینید که پایتون واقعا زبونیه که همه جا میبینیدش، توی چیز میبینیدش، داخل پاپیلار لنگویج میبینید این بالا که پایتون همیشه دوم سوم، البته این دوتا که زبون نیستن، پایتون دومه. باز میاد پایین میبینید که most loved یعنی که زبون هایی که خیلی ها دوستش دارن، پایتون باز دومه. تایپ سکریپت که اصلا زبون نیست، ولی خب به هر حال مثل جاوا سکریپت حسابش بکنید. بعد کاتلینه، من این به قول معروف کاتلین رو هنوز به اون صورت قبول ندارم، ولی درسته که همه دوستش دارن، زبون تازه‌ایه. وب اسمبلی هم که زبون خیلی قدیمیه. سویفت زبون اپل هست، کلوجر هست. میگه کلوجر و الیکسر، توجه کنید که کلوجر و الیکسر زبون است که خیلی دوستش دارن، میبینید که چون زبونش خیلی شیرینه دوستش دارن. و بعد میبینید که جاوا اسکریپت میاد پایین، چون جاوا اسکریپت خیلی زبون عجیب غریبی است. بعد میاد ایرلنگ، پس میبینید که الیکسر این بالا هست و خیلی بالاتر از بقیه است. بعد پایینش میبینید که PHP آخره، خیلی ها از PHP خوششون نمیاد، چون PHP یاد گرفتنش زیاد آسون هم نیست. فکر نکنید که PHP خیلی آسونه، همه میخوان یاد بگیرن، نه
اگه خوب بود که مثلا اگه یاد گرفتنش راحت بود تأثیر میذاشت روی most loved. حالا زبونا که همه ازش وحشت دارن، VBA من با این کار کردم و بعد با Objective C خیلی وحشتناک هستن، قبول دارم. این مخصوصا وب اسمبلی، حتی سی، اینا زبونایی هستن که خیلی سخته باشون کار کردن، مخصوصا Objective C و اسمبلی که واقعا الان کسی ازش کار نمیکنه. بعد داشته PHP و بعد ایرلنگ، اینو شما قبول دارید؟ PHP و ایرلنگ اینا فکر نمیکنم وحشتناک باشه. PHP ما که درسش دادیم و شما هم دیدید زبان PHP وحشتناک نیست، ولی جاوا و C++ چرا و R، و در آخر هم میبینید که تایپ اسکریپت رو در آخر، یعنی زیاد وحشتناک هم نیست. بیشتر زبانایی که خواستار طلبه، همه میخوان یاد بگیرن. دیدید که من رای گیری میذارم تو پارس کلیک، همه میگم چی میخواد یاد بگیرید، همه میگن پایتون، چون پایتون رو همه دوست دارن یاد بگیرن. خیلی زبان شیرینیه و میشه قشنگ یادش گرفت. ای کاش روبی هم میومد بالا، چون روبی هم قبول دارم که زبان خیلی شیرینیه، ولی هنوز به اون صورت معروف نیستش، معروف نشده. و بعد جاوا اسکریپت هست و بعد گو هست. اینا هم میخوان همه یاد بگیرن، یعنی گو رو و تایپ اسکریپت رو، کاتلین رو، اینا هم میخوان همه یاد بگیرن، قبول دارم. راست هم میخوان یاد بگیرن و بغیر هم مثل که یاد گرفتنش آسونه، کسی چیز نکرده. Most loved web frameworks، React JS همه دوست دارن و بعد View و بعد Expression. رو کاملا فکر میکنم درست باشه، چون React رو خیلی دوست دارن همه یاد بگیرن. View برای جفتش هم ما درس گذاشتیم، برای Express هم درس داریم. و بعد جنگو رو میخوان یاد بگیرن، لراول هم تو داخل لیست هست و Ruby on Rails. باز خواهید دید که لراول تا جایی میاد بالا که زیر Vue.js قرار میگیره. ریاکت رو نمیتونه فکر کنم جایگزین بشه لراول، بخاطر که ریاکت خیلی خیلی معروفه، محبوبه و همه ازش استفاده میکنن، ولی لراول از اینا جلوت خواهد زد، از جنگو و فلاکس و... ولی اینا نوشته که دوست دارن این فریم ورک ها، این فریم ورک ها هستن که مردم دوست دارن باش کار بکنن، مثل ویو، لراول، جنگو. اینا وحشتناک‌ترین ها دروپال، جیکوری، روبی آن ریلز. روبی آن ریلز هم خیلی ها فکر میکنن که یاد گرفتنش راحت نیست و لراول هم اینجوریه. این فکر نمیکنم این لیست من قبولش رو، ولی فکر میکنم وحشتناک‌ترین ها توی این لیست همین جیکوریه. دروپال که قبول دارم خیلی کار کردن باش داغونه، با دروپال اگه بخواید کار بکنید، درس هم داریم در رابطه باش، میتونید نگاه بکنید. خیلی دوست دارن ریاکت جی اس یاد بگیرن، ویو، انگولار، جنگو، جیکوری و میای تا لراول پایینه و بعد دروپال. میبینید که باز هم تمام این فریم ورک ها رو به قول معروف درسشو ما دادیم، به غیر از فلاسکو اسپرینگ. و میبینید که بین این جنگو و فلاسک میبینید که رقابت هستون، جفتش با پایتون نوشته شده. بقیهش هم میگه بقیه لایبرری ها اینجا دارید میبینید. دیتابیس های most loved، ردیس، الاستیک سرچ و بعد پوستگرسکول. این برای AWS هست. فایربیس، مونگو دی بی برای این درس داریم، ماریا دی بی هم MySQL هست و اوراکل که خیلی گرون هست، MySQL هم اینجاست. ردیس که خیلی کار باش راحته، نگاهی به ردیس بندازید اگه بخواد برید داخل داکیومنتیشنش، redis.io، این کامنداشه، خیلی راحت. مثلا شما میخواید اپند کنید به دیتابیس، میتونید از این دستور استفاده کنید، exist فلان کی داخلش وجود داره یا نه، اپند کن به فلان و این 5 تا رو اپند میکنه به کی و بعد مثلا این دستوراش رو دیگه میبینید که خیلی راحت این دستوراش رو میتونید یاد بگیرید. increment، set، خیلی خیلی راحت کار با ردیس و خیلی شیرینه و خیلی خیلی هم سریعه. اگر میخواد باش کار بکنید همیشه تو سیستمتون تایپ بکنید ردیس در CLI ردیس، البته ردیس اینجوری مینوشن، ردیس در CLI اینجوری و تایپ بکنید پینگ، باید تبدیل بگیرید پانگ، ببینید پس ردیس داره کار میکنه. بعد میریم پایین، most loved, dreaded and wanted platform، میگه اینا رو همه میخوان یاد بگیرن. دقیقه قبول دارم، لینوکس که همه به قول معروف بلدن، داکر رو همه میخوان یاد بگیرن، بازم از این درس داخل پارس کلیک میتونید یاد بگیرید.
و وحشتناکترین ها وردپرس، قبول دارم 100%. وانتد همه میخوان باز یاد بگیرن، داکر و ای دبلیو اس، اینو قبول دارم. خیلی از کمپانی ها از شما الان میخوان که داکر و ای دبلیو اس رو بدونید. بعد میگه که آیدی های محبوب برای همه، ویژوال کد استودیو، میگن که این آیدی از همه معروف تره، خیلی هم کار با شیرینه، من کار کردم باش. این آیدی شه، این هم اگه بخواید در رابطش بدونید، این لوگوشه، ویژوال کد استودیو، خیلی کار باش راحت، ساخته مایکروسافت هم هست. اگه باورت نشه، این یک براوزره، ویژوال کد استودیو یک براوزر، شما کداتو داخلش می‌نویسید. باور ندارید میتونید کمند آپشن سی رو بزنید یا آی رو بزنید که اینجا اگه برید داخل هلپ دیولپر، در دیولپر تولز رو میتونید بیارید بالا، ولی خب این اجازه نمیده که شما ببینیدش، ولی با چیز نوشته شده، الکترون اگه نمیدونید یا نه، اگه دوست دارید درسشو بدیم، الکترون جی اس چیزی هستش که شما مثلا توسط فریمورک های مثل ریاکت و ویو میتونید اپلیکیشن درست بکنید مثل سلک و بعد ویژوال کد استودیو، که اگر نگاه هم بخواید بکنید ویژوال کد استودیو داخل لیستا باید باشه. پس میتونید اپلیکیشن وبتون رو تبدیل کنید به اپلیکیشن دسکتاپ. اگه تایپ بکنید ویژوال کد ناش، اینجاست میبینید و میبینید که این با الکترون نوشته شده و اینجوری میتونید چیکار بکنید، نصبش بکنید به این صورت. ویژوال کد استودیو، ویژوال استودیو، نوت پد پلاس پلاس، این که برای یکان دانشگاه بود یادش بخیر، اینتلیج آیدیا، ویم، سابلایم تکس میاد پایین، بعد میگه پای چارم دومه و من پی اچ پی استورم خیلی دوست دارم ولی اینجا نمیبینم تو این لیستم داریم. پای چارم رو داریم. اگر من اصولا به این سه تا آیدی پول میدم به پی اچ پی استورم، اینا رو میتونید کرک شده به دست بیارید، ولی احترام میذارم، همه چی کرک شده نمیکنم، احترام میذارم به اینا، به جت برینز، و پولشو بهش میدم. اگر میخواید چیز بکنید بهتره که پولشو بدید و ازش استفاده کنید. اگر نمیتونید هزینه کنید، خیلی کارو برای شما سخت میکنن، لایسنس هاشو باید کرک بکنید، ولی خیلی کمک میکنه که به این آیدی های خوب بسازن، چون آیدی های خوب برای برنامه‌نویسا خیلی مهمه. مثلا ویژوال کد استودیو خیلی کارو راحت کرده مثلا جدیدن، و میبینید که این پشتش مایکروسافت، به خاطر همین یه دفعه از جت برینز رفت بالا. شما دارید مثلا jetbrains.com رو که آیدی های مختلفی داره، شما دارید با مایکروسافت که بیل گیتس پشت سرش هست چیز میکنید، مقایسه میکنید. پس مایکروسافت خب معلومه میزنه بالا و یه آیدی مثل این میده، اما اپل فقط و فقط به مسئولت خوش فکر میکنه، یعنی اکسکود رو فقط برای خوش درست کردن. نه، ایکاش میشد از این اکسکود برای، چون اکسکود رو من میشناسم، خوش کار کردم، خیلی خیلی آیدی قوی هست، یعنی از همه اینا قوی تره. فقط اپل برای خودش درست کرده که به شما بتونید فقط با اپلیکیشن سویفت درست بکنید. تو این لیست میبینید که اکسکود هم هست. بعد میگه که برای وب دیولپرها باز میبینید که اینا همونا هست، پای چارم و پی اچ پی استورم هم هست. یه زمانی هم ما با این کار میکردیم، نت بینز، و این خب قدیمی شد دیگه، کسی باش کار نکرد. روبی ماین هست، کدا بود، با اینا کار کردم همش، یادش بخیر، دیگه باشون کار نمیکنه. من خیلی پی اچ پی استورم رو دوست دارم به عنوان برنامه‌نویس پی اچ پی، و پای چارم هم فوق العاده است، واقعا فوق العاده است، ولی سابلایم رو دوست داشتم. ولی من برای تکس ایتور اصلیم همین ویژوال کد استودیو است که فوق العاده قویه و همه ازش استفاده میکنن. موبایل دیولپرها همه از اندروید استودیو استفاده میکنن، و باز میبینید که اونا هم از ویژوال کد استودیو استفاده میکنن. خب معلومه دیگه، اندروید، اینم آی او اس، خب اینا اوله، ولی باز جالبه که ویژوال کد استودیو بالاتر از ایکس کد هست. دیوآپس ها هم ویژوال کد استودیو استفاده میکنن و ویم. چرا؟ چون ویم مثلا شما داخل ترمینال هستید و تایپ میکنید ویم، خب میرید داخل اپلیکیشن ویم و شروع میکنید تایپ میکنید، وگرنه به قول معروف چی میشه، خب همه میرفتن از آیدی استفاده میکردن دیگه. خب اینم از آیدی ها. میان پایین تر، آپریتینگ سیستم ها، ویندوز و مک و اینا که همه ازش استفاده میکنن، برای پروفشنال دیولپر ها و برای همه.
کانسترینت اینا خب کاری باش نداریم، اینم کاری باش نداریم. بلاک چین، در مورد با بلاک چین صحبت کرده، نوشته تاپ پینگ تکنولوژی، تکنولوژی هایی که سالاریاشون یا حقوقاشون زیاده. این ممکن سوال خیلی هاتون باشه داخل پارس کلیک، خوب توجه بکنید. کلوژر، همونجوری که نویسنده‌های خوبونم ازش درس داریم داخل پارس کلیک، سالاریش خیلی بالاست به خاطر اینکه تکنولوژی که با کلوژر درست میکنن مثل واتساپ، اپلیکیشن واتساپ است، فوق‌العاده قوی و احتیاج به هیچ چیز دیگه نداره مثل وب ساکت و اینا. گو هست، میبینید که سالاریش بالاست. اسکالا هست. الیکسر، الیکسر فوق العاده سالاریش بالاست. و روبی، روبی میبینید که باز بالاش سالاریش، یعنی درآمدش. پایتون هم بالاست. و بعد در آخر میبینید که اصلا پی اچ پی تو لیست نیست به خاطر اینکه همه برنامه‌نویس پی اچ پی میتونن بشن، ولی جاوا اسکریپت واقعا تو لیست است. من از جاوا اسکریپت درآمد زیادی داشتم به خاطر اینکه جاوا اسکریپت برنامه‌نویسای کمی داره و برنامه‌نویسای پروفشنال کمی داره، چون خیلی جدید اکماسکریپت 6 اومده بالا. ولی باز میگن که پایتون بالاتر از اون هست و باز میگن که تایپ اسکریپت بالاتر از اون هست و باز میرید بالا میبینید که کلوژر، ارلنگ و الیکسر اینا سالاریای بالایی دارید. چند بار من داخل پارس کلیک داخل پادکست به شما گفتم که اینا درآمد زیاد دارن داخل آمریکا، اما اسکالا سالاریش خیلی بالاتره، چون اپلیکیشن ها که داخل یونایتد استیت ساخته میشه انترپرایز هست. انترپرایز یعنی اپلیکیشن خیلی فوق العاده زیاد. مثلا توییتر از روبی آن ریلز شروع کرد، خب، و وقتی که اپلیکیشن شروع شد دیگه این جواب نتونست بده بش، رفت چیکار کرد؟ از جاوا استفاده کرد و از اسکالا. و الان میبینید که اینا درآمدشون فوق العاده بالا هست و میگه تو لیست الیکسر هم هست. بعد میاد پایین جاوا و پایتون و اینا رو میبینید. اینا داخل آمریکا هست. اگه میخواید آمریکا مهاجرت بکنید یا هر کاری میخواید بکنید، درآمد بسته به ایناست. و HTML CSS فقط درآمد 105,000 هست. خیلی عجیبه برای من، یعنی HTML CSS که به قول معروف میگن عمه منم بلده، 105,000 دلار فقط درآمدشه داخل داخل آمریکا. اینا که اصلا نمیشه تکنولوژی ستاش کرد. باز میبینید که 55,000 فقط درآمد HTML CSS هست. خب این از این. حالا میام پایین نگاه بکنیم، نوشته کلاتر تکنولوژی، یعنی اگه بخوای اینجا مقایسه بکنید میبینید که چه تکنولوژی به کد ما ربط داره و کد ما بیشتر از همه است. میبینید که مثلا اینجا میبینید ریاکت به مثلا جاوا اسکریپت نصب، تایپ اسکریپت همینجور، نود جی اس همینجور، اینا شاخه های جاوا اسکریپت. بعد میبینید که اس کیو ال مثلا به مای اس کیو ال نصب، قرمزا مثلا دیتابیس، زرد جاوا اسکریپت و اچ تی ام ال. و بعد بنفشا مثلا اینجا دارید میبینید که پلتفرم، سبز و آی دی ای و براش چه چیزی وجود داره. این نمودار فوق‌العاده قشنگی درست کردن، خیلی خیلی قشنگ درست کردن که بتونید متوجه بشید که چی کار میخواید انجام بدید. پایین نوشته که ورک، امپلویمنت، فول تایم کیا کار میکنه. خب اینا ما باش کاری نداریم. کمپانی تایپ چیه؟ اینو ورکه. و بعد کامیونیتی، فکر میکنم مبحث تکنولوژی تا اونجایی که بتونم کاور کردم و این برای 2019 بود. پس دیدید که به نظر من پایتون، جاوا اسکریپت، ارلنگ یا الیکسر اینا رو بتونید خوب یاد بگیرید. اینا خیلی، اینا هیچ موقع پیر نمیشن. اسکالا، پایتون، به قول معروف جاوا و جاوا اسکریپت، اینا خیلی زبان‌های خوبی هستن. تا ویدیو بعدی فعلا.